حمله آدمکشان مالکی به منزل دکتر احمد الالوانی در استان الانبار عراق. به گزارش رسانه‌های عراقی و عربی، دیکتاتور عراق جدید در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه‌اش علیه مردم و تظاهرکنندگان عراق، سرگاه امروز با اعزام یگانهایی از آدمکشان حرفه‌ای و بدنام خود به نام سوات به استان الانبار در یک اقدام رسوا و جنایتکارانه به منزل مسکونی دکتر احمد الالوانی، رئیس کمیسیون اقتصاد پارلمان عراق و از رهبران سیاسی قیام کنندگان و متحسنان علیه مالکی یورش برد و بعد از کشتار 7 تن از محافظان و اعدام برادر و خواهر او در مقابل چشمانش، دکتر الالوانی را دستگیر و با خود بردند. تلویزیون بغداد گفت نیروی با حدود 150 خودروی حامر اعزامی از بغداد که از پشتیبانی هلیکوپترها برخوردار بود به منزل احمد الالوانی حمله کرد و بعد از درگیری با محافظانش برادرش علی الالوانی را به قتل رساند. به گزارش تلویزیون رافدین، در منطقه الگرمه افراد مسلح به یک ستون نیروهای دولتی در منطقه ابراهیم بن علی حمله کردند و 4 خودروی حامر آنها را به آتش کشیدند. همچنین تظاهرات بزرگی از میدان تحصن فلوجه به سمت میدان میسلون برای محکوم کردن جنایت‌های مالکی شروع شده است. تلویزیون تغییر گزارش داد در جاده اتوبان در نزدیکی فلوجه میان افراد مسلح و نیروهای دولتی درگیری جریان دارد. شورای شیوخ عشایر استانهای به پا خواسته اقدام نظامیان مالکی را به عنوان نقض قانون اساسی و دستگیری نماینده مجلس که از مسئولیت برخوردار است محکوم کرد. به گزارش عرافدین، هزاران تن از مردم فلوجه در اعتراض به دستگیری دکتر احمد الالوانی دست به تظاهرات زدند و از میدان تحصن به سوی میدان میسلون اقدام به راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان ممنوعیت تردد اعمال شده در کل مناطق استان را شکسته و خواستار آزادی احمد الالوانی شدند. یکی از سخنرانان تظاهرات گفت پیام اول به مالکی میگوییم تهدیدات تو تمام شد. اگر تو میخواهی چادرها را آتش بزنی، این فلوجه همش چادر است. اگر تو میخواهی این تحصن را پایان دهی، میدانهای فلوجه همشان تحصن هستند. والله که این تهدیدات تو را کسانی که قوی تر از تو بودند تجربه کردند و زیان دیدند. فراکسیون الکرامه گفت که دستگیری نماینده احمد الالوانی به مثابه آدم ربایی و بی‌اعتنایی به حقوق و قانون اساسی است. کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق نسبت به پیامدهای خطرناک دستگیری احمد الالوانی و اعدام وحشیانه برادرش هشدار داد. الدفاع عن انفسهم باعتبار انهم لم تنطلق منهم رصاصه وقدموا ضحيه البارحه انه كان احد المعتصمين في هذه الساعه. خانم لقا مهدی وردی، پارلمانتر العراقیه، در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت عشایر در حالت بسیج هستند و در میدان تحصن تجمع کردند. مردم بسیار بسیار نسبت به آنچه رخ داده خشمگین هستند و قطعا از خودشان دفاع خواهند کرد. حیدر ملا، نماینده مجلس عراق، دستگیری احمد الالوانی را کودتای آشکار علیه قانون اساسی توصیف کرد. هیئت علمای مسلمین عراق اعلام کرد اشتباه است کسی فکر کند که با دستگیری شیخ الالوانی یا کس دیگر مردم از خواستهایشان صرف نظر می کنند و میدان تحصن را ترک می کنند. مالکی کشور را غرق جهنم فساد و فقر کرده است. تلویزیون الجزیره به نقل از شیخ علی حاتم سلیمان، امیر قبائل دولیم گفت که عشایر الانبار قادرند با هر گونه تهاجمی از سوی نیروهای امنیتی و شبه نظامیان وابسته به مالکی که میدانهای تحصن را مورد حمله قرار می دهند مقابله کنند. اسامه نجیفی، رئیس پارلمان عراق، یک هیئت پارلمانی را به ریاست خالد الالوانی برای تحقیق درباره این موضوع تشکیل داد. شماری از پارلمانترهای عراقی از استان الانبار و از ائتلاف کردستان و همچنین از اتحاد ملی در موضع‌گیری‌های خود دستگیری احمد الالوانی را نقض قانون اساسی عراق و اقدامی در راستای تصفیه سنی‌ها
و تماماً نادرست و غیرقانونی توصیف کردند. یادآوری می‌کنیم دکتر احمد الالبانی از رهبران ملی و سرشناس عراقی و از مخالفان سرسخت دخالت‌های رژیم آخوندی در عراق طی سال‌های اخیر با شرافت و شجاعت از حقوق مجاهدان اشرف و لیبرتی حمایت کرده است. مقاومت ایران جنایت شنیع آدمکشان مالکی در حمله به منزل دکتر الالبانی و قتل وحشیانه برادر و خواهر او را به شخص ایشان و به خانواده و عشیره الالبان و به مردم وفاخواسته الانبار تسلیت می‌گوید و سازمان ملل متحد و دولت آمریکا را به مداخله فوری برای آزادی بلادرنگ دکتر احمد الالبانی فرا می‌خواند.